این تصاویر پهبادی اطلاعات سپاه از حضور چند خارجی در اینجاست. کبیر مرکزی ایران. از این فرد، جایلز ویتاکر، معاون سفیر انگلیس. با خانواده به کبیر شهداد می رود، اما تصاویر نشان می دهد این یک تور گردشگری نیست. با وجود این تابلو به زبان فارسی و انگلیسی که می گوید اینجا منطقه‌ای ممنوعه است، او پا را فراتر گذاشته، از خاک اینجا نمونه برداشته و از منطقه ممنوعه تصویر گرفته. همزمان با یک رزمایش موشکی هوافضای سپاه در نزدیکی اینجا. معاون سفیر انگلیس با عذرخواهی از این شهر اخراج می شود، اما نهادهای اطلاعاتی می گویند غالبا این افراد با عنوان گردشگر به دنبال مکان نظامی و موشکی و شناسایی تجهیزات و مهمات به کار گرفته هستند. مثل این فرد، ماچی والجک، همراه سه نفر دیگر با نام تبادل علمی با یک دانشگاه وارد کشور شده، اما به عنوان گردشگر به کرمان و به منطقه کویر شهداد می روند. همزمان با تست موشکی در این منطقه، تصاویر منتشر شده ی اطلاعات سپاه نشان می دهد که اقدام به نمونه برداری خاک، نمک، سنگ، گل و آب نموده. این نمونه های کشف شده هنگام خروج او از ایران. ماچه‌ای رئیس بخش میکروبیولوژیکی و بیوفناوری دانشگاه کوپرنیک لهستان است. دانشگاهی مرتبط با رژیم صهیونیستی. اطلاعات سپاه از تلفن همراه او این پیام‌ها را ردیابی کرده. اطلاعات منطقه ممنوعه را برای زنی به نام پاتریشیا ارسال می‌کند. گفتگویی که نشان می‌دهد قبل از سفر برخی مناطق شناسایی و برای نمونه برداری برنامه‌ریزی شده. یا این یکی، رونالد گشیر، همسر رایزن فرهنگی سفارت اتریش، با فرزندانش به یکی از روستاهای توابع شهرستان دامغان می‌رود. دو فرزند او در حال بازی و او در حال نمونه برداری از خاک این منطقه. لحظاتی که او از آسمان در اشراف اطلاعات سپاه بود. رونالد گشی پیش از این هم هنگام عکس برداری از یکی از مناطق نظامی تهران شناسایی می شود. سال 94 ابعاد نظامی پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و اتهام مبنی بر تسلیحات غیر متعارف مختومه می شود. اما ظاهراً رژیم صهیونیستی برای پرونده سازی جدید از افراد کشورهای ثالث در ایران استفاده می کند. افراد مرتبط با سفارتخانه های غربی که به جای رایزنی به دنبال دزدی اطلاعات هستند. هرچند همه آنها از زمین و آسمان رصد می شوند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.